ششم مرداد 1387 درگذشت لرد راسل جانستون، حامی بزرگ مقاومت ایران. لرد راسل جانستون در شب ششم مرداد 87 و درست در 76 سالگرد تولدش درگذشت. او سالها به عنوان یک حامی قدرتمند مقاومت ایران در زمینه حقوق بشر و دموکراسی عمل می‌کرد. وی طی سالیان متمادی مسئولیت‌های سیاسی مهمی را در عرصه سیاسی اروپا بر عهده داشت، از جمله عضویت در مجلس اعیان انگلستان، ریاست پارلمان شورای اروپا و همچنین عضو هیئت رئیسه سازمان همکاری و امنیت اروپا. لرد جانستون در هر جلسه و کنفرانس مطبوعاتی دیکتاتوری آخوندی و جنایات آن در حق مردم ایران را همراه با سیاست مماشات غربی ها یکسان مورد انتقاد قرار می داد و می گفت: بسیار متاسفم که امروز اخلاق و ارزش های اخلاقی از صحنه سیاست این دولت ها رخ بربسته و تنها راهنمای آنها منفعت طلبی محض و منافع کوتاه مدت تجاری است. خانم مریم رجوی در یادبود راسل جانستون گفت: در دورانی که تعداد اندکی در دفاع از آزادی برمیخیزند و در حالی که مبارزه برای دموکراسی مورد اهانت قرار میگیرد، ایستادگی شخصیت‌های والایی مثل راسل جانستون بیش از پیش قابل تقدیر می‌شود. نهم مرداد 1288 اعدام شیخ فضل الله نوری، دشمن مشروطه به دست مردم. روز نهم مرداد سال 1288 شیخ فضل الله نوری به جرم صدور فتواهای متعدد برای کشتار، شکنجه و مسله کردن مشروطه خواهان اعدام شد. شیخ فضل الله نوری در دوران استبداد صغیر و پس از به توپ بستن اولین مجلس مشروطه به همدستی ننگینی با محمد علی شاه قاجار پرداخت. او با بسیج دستجات چماغدار برای سرکوب آزادی خواهان و مشروط طلبان جنایات وحشیانه بسیاری مرتکب شد. به دنبال فتح تهران توسط مشروط خواهان، شیخ فضل الله نوری که توسط عالی ترین مراجع تقلید آن زمان نیست به خیانت در میان مردم و سوء استفاده از اسلام متهم شده بود، توسط دادگاه به اعدام محکوم شد. وی در میدان توپخانه تهران و در میان شادمانی مردم به دار آویخته شد. خمینی جنایتکار پس از سرقت انقلاب ضد سلطنتی بارها از شیخ فضل الله به عنوان مراد خود نام برده بود.